چه عجیب و ماندگار از کلامت خداوند ابدی و جاودان از تمامی کلامت همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه هم کلامت و برترین است تسلی قلب من نوری بر من چراغ راه های من کلام تو شفا بخشد در و رنج و زخم من مپوری این کلام ساکن شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبان نیکوی من چه عجیب و ماندگار است کلامت خدا رد ابدی و جاودانت تمامی کلامت دور درس می کنم خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی در هر کجای این دنیا که هستید به قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب خوش آمدید. خدا رو شکر می کنم برای این برنامه و هر فرصتی که برامون مهیا میکنه تا کلامش رو جستجو کنیم و از گنج عظیمی که در این کلام هست بهره مند بشیم. بهتون پیشنهاد می کنم که در هر فرصتی که پیدا کردید به خوندن کلام بپردازید، دعا کنید و از خدا بخواید. که چشمانتون رو باز کنه همچنین تشویقتون میکنم که ما رو دنبال کنید تا هر روز با همدیگه کلام غنی خدا رو بخونیم و از گنجهای با عرضش اون بهرهمند بشیم ما در مطالعهمون از کتاب مزامیر رسیدیم به مزمور 27 تشویقتون میکنم که در هنگام تماشای این برنامه کتاب مقدستون رو باز کنید و خانوادتون رو دور هم جمع کنید تا به مطالعه این مزمور عالی بپردازیم ابتدا اجازه میخوام خوش آمد بگم به مهمان گرانقدر برنامه برادر یوسف ریاض درود بر شما برادر بر شما همچنین درود و خوش آمد میگم به شما حضار گرامی برادر طبق روال هر دوشنبه میپردازیم به پیام های بینندگان پس اجازه بدید تا چند تا از پیام های همراهانمون رو بخونیم که از طریق صفحه فیسبوک تمام کتاب دریافت بفهمت. کردیم از بینندگانمون نظرشون رو درباره کتاب مزامیر پرسیدیم و برخی از دوستان برای ما نظراتشون رو فرستادند برادر مجدی فاد گفتند این کتاب سرودها شهادات تسلیها نبوتها و فریاد هاست این کتاب راجع به همه چیزه برادر افرایم یوسف نوشتند این کتاب درباره استراب ها ستایش و تسلی هاست برادر فیلیپ آدل گفتند مزامیر مثل رودخونه بزرگی که در اون علاج هر دردی یافت میشه. موسا سعد گفته این کتاب شهادت ها و پیروزی هاست. آه، نوس زکی نوشته این کتاب درباره تشویق ها و همینطور تسلیات. ایمن رفت میگه در کتاب مزامیر ضعف و ناتوانی انسان و وابستگی او رو به قدرت بی انتهای خدا میبینیم. یوسف النجار میگه ما اساس و پایه همه چیز رو در کتاب مزامیر میبینیم. یعنی توکل کردن به خدا. برادر دل نوشتن مزامیر قلب کتاب مقدس و بلندترین کتاب اونه ممنون و متشکرم از مشارکت همه شما منتظر مشارکت بیشتر شما هستیم برادر نظر بینندگان رو درباره کتاب مزامیر شنیدیم نظر شما درباره مزمور 27 هفتم چیه؟ همونطور که برادرمون گفت به این مزمور میشه عناوین بسیاری رو اختصاص داد یکی از عناوین اعتماد و آرزوه و یکی دیگه قله رفاقت و دره سردرگمی سردرگمیه چون این مزمور رو میتونیم به دو قسمت کاملا متفاوت تقسیم کنیم در بخش اول داوود قله رفاقت رو تجربه کرد او از شگفت انگیزترین عبارات براش استفاده کرد اعتماد و آرزو با این وجود بخش دوم با ما درباره ابهام و سردرگمی صحبت میکنه داوود شک کرد و متحیر بود و فریاد میزد او از خداوند درخواست میکرد نجاتش بده قبل از اینکه از بین بره در حالی که در بخش اول او به خدا اعتماد میکنه و او رو میپرسته و در نهایت آرامش بسیار خوب این مزمور درباره چه کسی صحبت میکنه و کاربرد نبوتی داره یا تطبیقی خب اگه بخوایم تطبیقش بدیم نویسندش داووده و البته داوود در مزامیری که نوشته درباره پسر داوود با ما صحبت میکنه شخصی گفته اگر در مزمور 22 تصویر صلیب رو ببینیم در مزمور 27 میتونیم تصویر باغ جتسیمانی رو ببینیم بعضیا میگن این مزمور منعکس کننده تصویر مسیح در باغ جتسیمانیه اما به چه دلیلی چون این مزمور میگه وقتی شریران دور مرا گرفتند و خواستند مرا بکشند لغزیدند و افتادند دقیقا همین واقعه در انجیل یوحنا فصل 18 اتفاق افتاد وقتی برای دستگیری مسیح رفتند، مسیح پرسید به دنبال چه کسی میگردید. گفتند عیسی ناصری، عیسی به آنها گفت من هستم و وقتی به آنها گفت من هستم به زمین افتادند. این همون اتفاقیه که داوود داره اینجا ازش حرف میزنه. البته این تصویر رو در مورد باقیماندگان مقدس پس از روبود شدن کلیسا هم میبینیم. اونها عذاب و پریشانی سختی رو تحمل میکنن حتی بعضی وقتا ایمانشون ضعیف میشه اما نزد خدا دعا میکنن و خدا نهایتا نجاتشون میده این مزمور با کلمه خداوند شروع شده و با همین کلمه هم به پایان میرسه در آخرین آیه میخونیم بر خداوند توکل کن و ایمان داشته باش لطفا درباره این آیه توضیح بدین کلمه خداوند 13 بار در این مزمور اومده در شروع و طور در خاتمه و این فوقلاده است که یک ایماندار وقتی روی کوههای رفاقت جز خداوند کسی رو نداره و وقتی هم که در دره ابهامه جز خداوند کسی به کمکش نمیاد ما باید در لحظات شادی و پریشانی نگاهمون به خداوند باشه همینطور در زمانهای اطمینان و سردرگمی این موضوع رو دوست دارم که وقتی یحیی شک کرد کسی رو نفرستاد تا از دیگری بپرسه آیا او مسیحه یا نه بلکه برای اینکه مطمئن بشه او مسیحه، شخصی رو نزد خود مسیح فرستاد این یعنی در تمام شرایط زندگی نزد کسی برید که به نفعتونه هیچ کس نمیتونه به شما کمک کنه جز مسیح شما گفتید که این مزمور رو میشه به دو موضوع یا دو بخش تقسیم کرد بله. داوود در قله رفاقت و اعتماد به خداوند و داوود در دره در درسته از آیه یک تا شش رو میخونم و بعد درباره بخش اول ازتون سوالی رو میپرسم خداوند نور من و نجات من است از که بترسم خداوند مرا از تمام خطرها حفظ می کند هرگز حراسان نخواهم شد وقتی شریران دور مرا گرفتند و خواستند مرا بکشند لغزیدند و افتادند اگر لشگری به من حمله کند نخواهم ترسید حتی اگر دشمنان برای جنگ با من بیایند باز هم به خدا توکل خواهم کرد یک چیز از خداوند خواستم فقط یک چیز و آن این است که تمام دوران عمرم در خانه خداوند باشم و زیبایی جمال او را مشاهده کنم و درباره او تفکر نمایم. در روز تنگی مرا پناه خواهد داد. او مرا به سلامت در خیمه خود حفظ خواهد نمود و مرا بر روی سخری بلند مطمئن می سازد. پس بر دشمنانم که دور مرا گرفتند پیروز خواهم شد. با فریاد شادی در معبد بزرگ او قربانی خواهم گذرانید. و برای او سرود خواهم خواند و او را ستایش خواهم نمود. شما به این حقیقت اشاره کردید که بخش اول به خصوص آیه دو درباره مسیح در باغ جتسیمانی صحبت میکنه بله. وقتی سربازان برای دستگیری او رفتن لغزیدند و افتادند درسته. اما اگر شخصی توسط ارتشی احاطه شده و مدعیانی داره که میخوان علیهش دروغ بگن و اون رو از بین ببرن برای دلگرمی دادن به این شخص چه چیزی میگید خوب البته این آیات درباره بسیاری از مردان خدا در عهد عتیق صدق میکنه. مثلا اگه آیه 3 رو بخونید میگه اگر لشکری به من حمله کند نخواهم ترسید. این مستقیما واقعی رو به یادمون میاره که در دوم پادشاهان فصل شش رخ داد. یعنی زمانی که پادشاه ارام همه نیروهای خودش رو بسیج کرد تا اینکه الیشا مرد خدا رو بدوزن. زمانی که خادم الیشع نوی به بیرون رفت شرایط رو بسیار بد و بحرانی دید و در نهایت ترس و وحشت برگشت اما الیشع نترسید او دعا کرد اما نه برای خودش بلکه دعا کرد خداوند چشمان خادمش رو باز کنه او به خادم خودش گفت نترس تعداد کسانی که با ما هستند بیشتر از آنهاست اونها شیطان و فرشتههاش هاشو همراهشون دارن اما ما خداوند خدای لشکرها رو داریم پس نترس و در حقیقت وقتی خدا چشمان خادم رو باز کرد دید کوه پر شده از اسبها و عربه های آتش گرراگرشون نکته مهم این بود که الیشع به خدا اعتماد کرد اگر لشکری به من حمله کند نخواهم ترسید در مورد داوود هم میتونیم این عبارت رو به کار ببریم حتی اگر دشمنان برای جنگ با من بیایند باز هم به خدا توکل خواهم کرد در مزمور سه که قبلا خوندیم و جنگی رو بر علیه داوود توصیف میکنه میگه آسوده میخوابم و دوباره بیدار میشوم زیرا خداوند از من مراقبت میکند از ده ها هزار دشمنی که مرا از هر طرف احاطه کردن ترسی ندارم هزاران نفر به ضد داوود و برای دشمنی باهاش اومده بودن اما او در آرامش و اعتماد به خدا به راحتی خوابیده بود بنابراین به همه خدا ترسان میگه اگر خدا پشتیبان ماست کیست که بر ضد ما باشد بسیار خوب اجازه بدید تا استراحتی کوتاه داشته باشیم بینندگان گرامی به زودی برمیگردیم با ما همراه باشید یکی از کارهایی که داوود در زندگی خود آرزو میکرد انجام بدهد این بود تمام دوران عمرم در خانه خداوند باشم ما امروزه از طریق عیسی مسیح حق ورود به حضور خدا را داریم همانطور که پولس رسول گفته به وسیله ای ایمان به مسیح ما وارد فیض الهی شده ایم فیضی که در آن پایداریم و به امید شراکتی که در جلال خدا داریم شادی می کنیم. این چه افتخار بزرگی است حق وارد شدن به حضور خدا در هر لحظه ای. به دومین بخش برنامه خوش اومدین با هم بریم و سال حضار رو بشنویم میفرماید یک چیز از خداوند خواستم و آن این است که تمام دوران عمرم در خانه خداوند باشم و زیبایی جمال او را مشاهده کنم و درباره او تفکر نمایم لطفا توضیح بفرمایید درباره معنا و مفهوم این آیه برادر لطفا درباره این آیه توضیح بدید به خصوص قسمتی که میگه این تنها درخواستشه خب قبلا گفتیم که عنوان این مزمور اعتماد و آرزوست اعتماد در سایه اول دیده میشه شکوه اعتماد هیچ چیزی شگفتانگیزتر از این اعتماد نیست و همچنین شگفتانگیزتر از آرزویی که در آیه چهار مطرح شده در این آیه میگه یک چیز از خداوند خواستم این واقعا زیباست خیلی وقتا ما چیزهای زیادی میخوایم ولی داوود در مزبور 86 گفت مرا یاری کن تا با تمام دل و جان تو را خدمت کنم او یک چیز خواست با اینکه این درخواست عالیه اما این فقط یک درخواست نبود بلکه او به دنبالش هم بود پس خوبه که طالب یک چیز باشیم اما بهتره که روش پافشاری کنیم یعقوب هم دقیقا همین کارو کرد و به خداوند گفت تا مرا برکت ندهی نمیگذارم بروی این آیه میگه یک چیز از خداوند خواستم فقط یک چیز پس تنها خواسته او و درخواست مصرانش اینه که تمام دوران عمرم رو در خانه خداوند باشم این درخواستی مستمره نمیخوام امروز به خونه خداوند برم و بعد یک سال ازش دور باشم بلکه میخوام اونجا ساکن باشم یا به زبان عهد جدید در من بمان در رابطه صمیمی و همیشگی با خداوند و نهایتا زیبایی جمال او را مشاهده کنم دلیل این درخواست همینه من میخوام زیبایی جمال خدا رو ببینم و در معبدش به پاسخم برسم یا به بیان کتاب مقدس و درباره او تفکر کنم یا اینکه در معبدش او را جستجو کنم در مورد طلبیدن از خدا مذبح، صندوق عهد یا پرده به چه چیزی اشاره دارن؟ همه ای اینها درباره اینه همه در معبد بزرگ او فریاد میزنند بر خداوند جلال باد ما نه فقط با نمادها بلکه با واقعیت روبروییم هم رو وقتی جستجو می دنبال نماد نیستیم بلکه از خود خداوند که حقیقته درخواست می برادر یوسف ممنونم که این موضوع رو مطرح کردید پس قبل از اینکه تمامش کنید میخوام بفرمایید که نکته کاربردی بودن همیشگی در حضور خداوند چیه آیا با من موافق نیستید که در حال حاضر همیشه موندن در حضور خدا دیگه وجود نداره و بودن در حضورش حالت موقتی به خودش گرفته ممکنه که یک شنبه ها خداوند رو ملاقات کنیم اما باقی روزهای هفته از او دور باشیم یا برای یک ساعت به جلسه بریم اما باقی ساعت روز رو به دور از خداوند باشیم لطفا توضیحی بدید درباره خطرات این رفتار آیا دو شاگردی رو به یاد دارید که کلام یحیی رو شنیدن وقتی میگفت این است آن بره خدا و بعد از پی مسیح رفتن مسیح ازشون پرسید دنبال چی هستین پاسخ اونها شیفتنگیز بود استاد میخوایم باهات در ارتباط باشیم میخوایم در تو ساکن باشیم و جایی که هستی بمونیم داوود در مزبور 23 گفت تا زمانی که زنده هستم در خانه تو ساکن خواهم بود و در این مزمور میگه تمام دوران عمرم در خانه خداوند باشم چیزی که زندگی رو واسمون سخت میکنه اینه که موقتی با خداوند ملاقات داریم و همیشه در او ساکن نیستیم البته که ما از طریق مشارکت پیوسته در کل روز همیشه در او ساکن هستیم و همینطور با مرتب شرکت کردن در جلسات نه فقط در جشنها و روزهای یک شنبه خب ما بقیه روزهای هفته کجا هستم آیا با خدا رابطه صمیمی و نزدیک دارم؟ همونطور که قبلا با تعمق در مزمور 26 گفتیم آیا در میان جماعت شادی و پرستش میکنیم و نام خداوند را متبارک میخوانیم؟ آمین که به فیض خدا اینطور باشیم درسته همونطور که اشاره کردید مطابق با آیه کتاب مقدس زیبایی جمال او را مشاهده کنم ما به امید ملاقات با خدا و پر شدن او به جلسات میریم درست و موضوع حضور داشتن نیست بلکه مشاهده جلال جلیزند. اوست شما گفتید بخش دوم از آیه هفت تا پایان مزمور درباره حالات مختلف و وضعیت مختلف میگه بله. داوود در قله رفاقت بود و الان در دره ابهامه لطفا درباره وضعیت داوود در دره در در بگید به عنوان مثال در آیه نه میخونیم روی خود را از من پنهان مکن و بر من خشم گیم مباش و بنده خود را از درگاهت مران تو مددکار من بوده ای خداوند نجات بخش من مرا ترک مکن و رد من ما او حس میکنه ممکنه خدا او رو از خودش برونه یا فراموشش کنه خدایا اگه تو منو ترد کنی یا فراموشم کنی کجا برم اگه این اتفاق برام بیفته بهتره بمیرم پس داوود در اینجا سردرگمه و میگه خداوند و از صمیم قلب میگویم که طالب تو هستم و نهایتا اینطور میگه میدانم که رحمت و نیکویی های خداوند را در این زندگی باز هم خواهم دید یعنی خدا دست کمک به سمتش دراز کرده و ترکش نکرد او جان تازه ای گرفت همونطور که در مزمور 23 میگه جان تازه ای به من میبخشد پس خدا در سردرگمی رهاش نکرد این مزمور با بهترین آیات درباره اعتماد به خدا تموم میشه بر خداوند توکل کن ایمان داشته باش و ناامید مشو در آیه 8 خطاب به خدا میگه تو فرموده ای طالب من باشید این آیه کجای کتاب مقدس اومده خب، اگر به کتاب تسنیه فصل چهار بریم یا اصلا اجازه بدین این آیه زیبا رو بخونم خدا در تصنیه فصل چهارم آیه 29 از قوم خودش درخواست میکنه که طالب روی او باشند پس میگه در آنجا به دنبال خداوند خواهید گشت و اگر با تمام قلب خود به جستجوی او بپردازید او را خواهید یافت پس طالب روی خداوند باشید تفسیر شما از عبارت روی خداوند چیه؟ اولین بار راجب روی خداوند در پیدایش سه میخونیم وقتی آدم و هوا خودشون رو از روی خداوند پنهان کردن بنابراین کسی که مرتکب گناه شده از روی خداوند میترسه یادم میاد وقتی کوچیک بودم و کار اشتباهی میکردم یا چیزی رو در خونه میشکستم از برگشتن پدرم به خونه به هیچ عنوان خوشحال نبودم و همیشه قبل از اومدنش ترجیح میدادم توی رخت خواب باشم تا باهاش روبرو نشم چون دیدار با او در این شرایط دلنشین نبود به باور من آدم هم همین حس رو داشت وقتی از میوه درخت خورد و خودش رو برهنه دید از روی خدا پنهان شد اما آخرین باری که درباره روی خداوند میخونیم مکاشفه 22 و چقدر زیباست میخونیم همه او را رو به رو خواهند دید و نام او را بر پیشانی خود خواهند داشت ما از روی خدا لذت میبریم چون گناهانی که ما را از او جدا میکرد و بر ما سنگینی میکرد بر صلیب مسیح قرار گرفت پس ما از روی خدا بهره مند شدیم اینجا میگه خداوند از صمیم قلب میگویم که طالب تو هستم و قبلتر هم میگه زیبایی جمال او را مشاهده کنم و درباره او تفکر نمایم خوندیم خداوند از صمیم قلب میگویم که طالب تو هستم روی خود را رو از من پنهان نکن و بر من خشمگین مباش و بنده خود را از درگاهت مران تو مددکار من بوده ای, ای خدای نجات بخش من مرا ترک مکن و رد من ما در این چی میبینیم میبینیم داوود چقدر از دیدن روی خداوند قدردان بود. او این تعبیر یا اصطلاح رو در مزمور شش آیه چهار به کار برد. بسیاری میگویند کیست که بر ما احسان کند خداوندا. نور روی خود را بر ما تابان ساز. نور روی خداوند به ما شادی و لذت می بخشه. اما برای به دست آوردن این شادی ایماندار حقیقی بودن کافی نیست. بلکه اون چه لازمه رابطه حقیقی با خداست یعقوب ایماندار بود. اما عبارت عجیبی به کار برد. من خدا را روبرو دیدم و هنوز زنده ام. اما برعکس او درسته؟ داود میگه مشتاق دیدن روی خداونده. اما چون که یعقوب در مسیر درست نبود، شکرگزار بود که روی خدا رو دیده و هنوز زنده است. این یعنی اگر گناهکاری یا از خدا دور شدی، عاشق روی خدا نیستی. اگه ایمانداری هستی که رابطت با خدا قطعه، از حضور او اصلا لذت نمیبری. اما چه لذتی و, و چقدر خوشحال میشید وقتی در مشارکت با خدایید خداوندا تنها چیزی که ازت میخوام همینه نور روی خود را بر ما تابان ساز بسیار خوب اجازه بدید تا استراحتی کوتاه داشته باشیم بینندگان گرامی به زودی برمیگردیم با ما همراه باشید بخش برنامه خوش اومدین بریم و پرسش هزار رو بشنویم در آیه 8 خطاب به خداوند میگه تو فرموده ای طالب روی من باشید مفهوم روی خداوند چیه؟ چطور میتونیم در عمل روی خداوند رو ببینیم؟ این سوال خوبیه لازمه بدونیم خدا اونطور که انسانها تصور میکنن چهره نداره نه دست داره و نه چش و نه گوش این اصطلاحات حالت استعاره دارن تا اینکه موضوع رو براتون ساده کنن اما روی خدا به سادگی یعنی حضور خدا. به یاد داری موسی به خدا گفت هرگاه روی تو نیاید ما را از اینجا مبر. وقتی خدا بهش گفت فرشته ای پیشا میفرستم تا در راه محافظتون باشه. پس انگار موسا به خدا گفت ما کنعان رو نمیخوایم ما خواهان حضور تو و مشارکت با تو هستیم. موسا اینطور میگه چنانچه با ما نخواهی آمد ما را از این مکان بیرون مبر و خدا میگه من با تو خواهم آمد و تو را پیروز خواهم ساخت. تجربه داوود در آیه دهه که میگه حتی اگر پدر و مادرم مرا ترک کنند خداوند مرا ترک نخواهد کرد بله در عمل و در تاریخ داوود از چه شرایطی عبور کرد که در خداوند به رضایت رسید مشخصه که داوود فراموش شده بود حتی اقل از جانب پدرش برای همین در بعضی از مزامیر میگه پسر خدمتکارت را به یاد بیاور این نشون میده مادرش با خدا بوده اما پدر داوود او را فراموش کرده بود فراموشش کرده از وقتی بود. میخواست پادشاه شه دقیقا وقتی داوود میخواست پادشاه شه پدرش تا پسرش رو آورد سمایل ازش پرسید آیا همه پسرات اینجا هن؟ او گفت جوانترینشون اینجا نیست و این مهم نیست و سمایل گفت نه این همون کسیه که خدا برگزیده. حتی اگر پدر و مادرم مرا ترک کنند خداوند مرا ترک نخواهد کرد شاید بعضی از بینندگان ما در چنین شرایطی باشند و یا در اتفاقی تلخ پدر و مادرشون از دست داده باشن و بهشون نیاز داشته باشن و با این حال قادر به پیدا کردنشون نباشن میخوام بگم اگه والدین به هر دلیلی نباشن چه زنده باشن و بر روی زمین باشن و چه فوت کرده باشن و در غیر حیات نباشن ما یک پدر آسمانی داریم که به هیچ عنوان ترکمون نمیکنه. بنابراین ما میتونیم دلسوزی و شفقت پدر و مادر رو در خداوند تجربه کنیم کاملا با هاتون موافقم خود من که الان اینجا نشستم و با هاتون صحبت می کنم تنها کلمه ای که در زندگیم به کار نبردم کلمه یه پدره من هرگز پدرم رو ندیدم یعنی وقتی که نه ماهه بودم و از دنیا رفت یادشون گرامی اگه از من به پرسیدو چه شکلی بود میگم نمیدونم بله حتی از او هیچ عکسی ندارم نمیدونم بلند قد بود یا کوتاه قد پوستش روشن بود یا تیره هیچ کدوم از خصوصیات او رو نمیدونم اما در تمام زندگی مینایه تنها دلگرمی و حمایت من بوده حتی اگر پدر و مادرم مرا ترک, ترک, ترک کنند خداوند مرا ترک نخواهد جدیتا. کرد این دروست. چیزیه که میخوام به بینندگانمون بگم شما میتونید کلام خدا رو تجربه کنید و اون رو برای خودتون بدونید. اون وقت میبینید که مسیح تمام حمایت و دلگرمیه که بهش نیاز دارید حتی اگر پدر و مادرم من رو ترک کنن خداوند منو ترک دلست. نخواهد کرد و با من گام میداره و من رو میپذیره. برادر در یوسف در آیه بعدی داوود دعا یا درخواستی رو مطرح میکنه. خداوندا راه خود را به من نشان بده و به خاطر دشمنانم مرا به راه راست هدایت نما. مرا به دست دشمنانم مسپار آنها با شهادت دروغ و نیرنگ بر ضد من برخواستند. میدانم که رحمت و نیکویی های خداوند را در این زندگی باز هم خواهم دید. بر خداوند توکل کن، ایمان داشته باش و ناامید مشو. لطفا توضیحی بدید که موضوع این دعای پایانی چیه؟ دشمنان داوود اتهامات زیادی رو به او وارد کردن. اما چیزی که واقعا دوست دارم اینه که میگه بزار دروغ بگن و منو متهم کنن. با این وجود خداوند اجازه نمیده که به ضد من چیزی به زبون بیارن. قبول دارم که اونها به من اتهاماتی میزنن. اما مصیبت اونجاست که در این اتهامات حق به جانب باشن. بنابراین از خدا میخواد که او رو به اراده دشمناش تسلیم نکنه. تنها چیزی که اونا برام میخواند سقوط کردن من در گناهه. بنابراین لطفا نظر به خواستشون برسن. بعدش آیه میاد که واقعا منو تحت تأثیر قرار میده. میدانم که رحمت و نیکویی خداوند را در این زندگی باز هم خواهم دید. بعد از این آیه دو خط تیره اومده. انگار این جمله هنوز تموم نشده. در زبان فارسی بهش میگن بلاغت سکوت. خیلی سعی کردن این جای خالی رو در ترجمه ها پر کنن. مثلا گفتن اگر نمیدانستم رحمت و نیکویی‌های های خدا را در این زندگی باز هم خواهم دید افتاده بودم. یا دیگر زنده نبودم. اما من ترجیح میدم همونطوری خالی نگهش دارم. یعنی نمیدونم در غیر این صورت چه اتفاقی می افتاد. نمی نمیتونم بیان کنم که چی میشد. میدانم که رحمت و نیکویی های خداوند را خواهم دید. بیتی زیبا در یک سرود هست که میگه اگر نیکویی تو را این کار میکردم تو را این کار میکردم. یعنی اگه خدا برای ما نیکو نیست بنابراین نباید در هیچ چیزی امید داشته باشیم. داوود در اینجا میگه من باور دارم که نیکویی خداوند را در این زندگی باز هم خواهم دید. و بعد این مزمور با یه ابهام کامل به بهترین شکل تموم میشه بر خداوند توکل کن ایمان داشته باش و ناامید مشو این واقعا دلگرم کننده است ابتدای مزمور میگه مردم میخوان منو بکشن و از بین ببرن ولی در آخر به زمین زندگان میرسه درست همه یه امید دشمناش از بین میره و تمام نقشه هاشون نقشه براب میشه درست فقط مشورت خدا باقی میمونه اونا میخوان منو بکشن اما رحمت و نیکویی خدا رو باز در زندگیم خواهم دید دقیقاً برا یوسف بسیار سپاسگزارم که در این مطالعه با ما همراه بودی و اجازه میخوام با حاضرین درس امروز رو مرور کنیم. از برنامه امروز چه برکتی گرفتید؟ ساکن شدن در خانه خداوند و دیدن روی او بسیار دلگرم کننده است. ما همواره مشتاق هستیم برای شرکت در جلسات کلیسایی، اما نه فقط برای مواقع خاص، بلکه برای بودن در حضور خداوند. ایماندار همیشه زندگی شادی نداره بلکه هم کوه رفاقت وجود داره هم دره پام. داوود هر دو رو تجربه کرد او در کوه رفاقت از رابطه با خدا لذت می‌برد و در درون دره پام با ایمان انتظار خداوند رو می‌کشید درسته یاد گرفتیم که ما در هر شرایطی چه در شک و ابهام و چه در غم و شادی بهترین کار اینه که به نزد خداوند بریم چون او ما رو بهتر از خودمون میشناسه و داروی تمام بیماری های احساسی و روحانی ما در دست اوست در این مزمور خوندیم تا زیبایی جمال او را مشاهده کنم هر وقت که من به جلسات کلیسایی میرم حقیقتا میخوام چشمانم مشتاق دیدن خداوند باشه نه اینکه منتظر دیدن چیزی باشم یا اینکه اجابت دعاهام بلکه فقط روی خداوند رو میطلبم برکت خدا با شما برادر یوسف سپاسگزارم بینندگان عزیز قبل از اینکه توطعه های شریران داوود رو نابود کنه یا ایمانداران رو در کل اعثار از بین ببره نیکویی خداوند در زمین زندگان باقی خواهد ماند هدف توطعه های شریران انتقام گرفتن توطعه و مرگ با این حال خداوند نقشه دیگه ای داره توطعه شریران برای مرگ اما نیکویی خداوند در زمین زندگانه به یاد داشته باشید که در همه وقایع حرف آخر رو خدا میزنه اتفاقی که الان داره رخ میده پایان ماجرا نیست بلکه پایان ماجرا همیشه با قلمی که در دست خداست نوشته میشه چیزی هست به نام نیکوی خداوند در زمین زندگان اتفاقات الان تعیین کننده یا آینده شما نیست کلام خدا اول و آخره پس چشمانتون رو از شرایط مختلف بردارید و تمرکزتون بر خداوند باشه پس با داوود هم صدا میشیم و میگیم خداوند نور و نجات من است از که بترسم خداوند مرا از تمام خطرها حفظ میکند هرگز حراسان هر نخواهم شد تا دیداری دوباره خدا با شما چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه است کلامت تو برترین است تسلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راه های من کلام تو شفا بخشه در و رنج و زخم من نپوری این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من چه عجیب و من است کلامت ای خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت